عناوین اصلی، وارد شدن ترکیه در جنگ اوکراین و روسیه. ویدیویی از یک آخوند دوزاری که برای 80 میلیون ایرانی تصمیم می‌گیرد. مسئول احمق جمهوری اسلامی خودروهای گران قیمت قاچاق را هر کاری کردیم کشورهای همسایه نخریدند، آنها را نابود می‌کنیم. به کیوسک خوش آمدید. درود بر شما همراهان گرامی کانال خبری کیوسک. وارد شدن ترکیه به جنگ اوکراین و روسیه. با وجود تکذیب مقامات روسی، امروز بسته شدن تنگه حساس و مهم دریای سیاه به روی کشتی‌های روسی تایید شد. در جلساتی که سران ناتو با هم داشتند، ترکیه رسما این خبر را تایید کرد. همزمان ترکیه از دیروز به فرستادن 3 دسته پهپاد ساخت خود با اوکراین در حال تغییر موازنه جنگ است. با کمک این پهپادها، ستون‌های زرهی ارتش روسیه یکی پس از دیگری در حال متلاشی شدن توسط ارتش اوکراین هستند. دیروز صبح زلنسکی رئیس جمهور شجاع اوکراین که دوشادوش مردم و ارتش این کشور در مقابل تجاوز پوتین ایستاده در توییترش خبر داد ترکیه مسیر عبور کشتی‌های جنگی روسیه را از طریق تنگه دریای سیاه بسته است. زلنسکی نوشت: من از رئیس جمهور اردوغان و مردم ترکیه برای حمایتشان قدردانی می‌کنم. مسدود کردن راه کشتی‌های روسی کمک بسیار بزرگی به مردم اوکراین است. مردم اوکراین هرگز فراموش نخواهند کرد. وی در توییت دیگری خبر از حمایت رئیس جمهور سوئیس و یونان داد و از تصمیم آنها برای یاری رسانی به اوکراین سپاسگزاری کرد. با این حال گاردین نوشت در مورد ادعای رئیس جمهور اوکراین زلنسکی مبنی بر اینکه ترکیه متحد شده است تنگه‌ها را برای دسترسی کشتی‌های جنگی روسیه به دریای سیاه ببندد، سردرگمی وجود دارد. روسیه هم از طریق خبرگزاری اینترفاکس اعلام کرده بود که هیچ اطلاعیه رسمی در مورد بسته شدن این تنگه‌ها دریافت نکرده است. اعتقاد بر این است که توییت زلنسکی ممکن است درخواستی از ترکیه برای انجام اقدامی در این راستا بوده باشد، نه تایید بسته شدن مسیر روسیه. از طرفی گفته شده اردوغان در چرخشی 180 درجه‌ای به دلیل حمله روسیه به یک کشتی ترکیه‌ای این تصمیم را گرفته است. روز گذشته یک کشتی ترکیه در نزدیکی بندر اوتسا مورد هدف ناو جنگی روسیه قرار گرفت. این حمله تلفات انسانی نداشت و کشتی یاد شده به سمت آب‌های رومانی هدایت شده است. در نیم سال اخیر روابط آنکارا کیف جهش مثبتی داشت، البته تا مدتی قبل که اختلافات روسیه و اوکراین اوج گرفت. فروش سلاح به اوکراین و مخالفت با استقلال کریمه رویکرد ترکیه پیش از جدی شدن مناقشه. روسیه ناخشنودی از سیاست آنکارا نسبت به اوکراین را با رد پیشنهاد میانجیگری ترکیه پاسخ داد. یک هفته پیش زلنسکی که حالا حضورش در کیف هم معلوم نیست، در پایتخت میزبان رئیس جمهور ترکیه بود. قرار بود اردوغان دیداری هم با پوتین داشته باشد، اما آغاز عملیات نظامی نه فرصت را برای رفتن اردوغان به مسکو فراهم کرد، نه آمدن پوتین دعوت شده به آنکارا را. اردوغان پس از شروع عملیات نظامی هم از متحدان غربی ناتو انتقاد کرد، هم از روسیه، اما گفت ما از هیچ کدام از طرفهای درگیر دور نخواهیم شد. جدی قرارلی بیر دروش. شاید مهمترین نقش راهبردی ترکیه در موضوع اوکراین بستن یا نبستن تنگه‌های بسفور و داردانل بر روی ناوهای جنگی روسیه باشد. سفیر اوکراین در آنکارا از دولت ترکیه درخواست کرد، اما وزیر خارجه ترکیه دیروز گفت ترکیه تنگه‌ها را به روی روسیه نخواهد بست. ما به پیمان مونترو پایبندیم، اما کشتی‌های جنگی کشورهای همجوار دریای سیاه این حق را دارند که از طریق تنگه‌های ترکیه به پایگاه‌های خود بازگردند. حالا ترکیه وسط معرکه رویارویی نظامی روسیه و ناتو قرار دارد. از یک طرف عضوی از پیمان آتلانتیک شمالی غربی هاست، از طرف دیگر S-400 روسی را به سامانه‌های دفاعی ناتو ترجیح داده. روی دیگر سکه واردات 16 میلیارد مکعب گاز و تأمین 75% از آرد تولیدی از واردات گندم روسیه است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا. ناوهای جنگی روسیه اوکراین را از طریق دریای سیاه به محاصره گرفتند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه با انتقاد از حمله روسیه به اوکراین گفت این وضعیت نباید به جشن محکومیت روسیه تبدیل شود و ناتو باید گام قاطع تری بردارد.
اگر نیروی دریایی روسیه بخواهد واحدهایی را از مدیترانه به دریای سیاه انتقال دهد، باید از تنگه بوسفور عبور کند. اوکراین از ترکیه خواسته مانع عبور کشتی‌های جنگی روسیه از بوسفور شود، اما ترکیه گفته طبق معاهده مونترو عمل می‌کند. عبور زیردریایی روسیه از تنگه بوسفور در استانبول به یک سرگرمی برای ساکنان محلی تبدیل شده است. یک زیردریایی روسیه 2 هفته پیش در روز روشن از تنگه بوسفور عبور کرد. این اقدام روسیه اگرچه غیر معمول نیست، اما باید به عنوان نمایش قدرت نیروی دریایی روسیه تلقی شود. اگرچه ترکیه تنگه بوسفور را کنترل می کند، اما عبور آزاد کشتی ها از سال 1936 در سطح بین المللی تنظیم شده است. ترکیه حق کنترل کشتی ها و همچنین دریافت هزینه را دارد. ماده 2 معاهده مونترو می گوید در زمان صلح کشتی های تجاری شبانه روز تحت هر پرچم و با هر نوع محموله از آزادی کامل تردد در تنگه برخوردارند. اما قوانین خاصی برای عبور کشتی‌های جنگی از تنگه بوسفور وجود دارد. در زمان صلح ترکیه باید از مجاری دیپلماتیک 8 روز قبل از عبور کشتی‌های جنگی مطلع شود. این کشور می‌تواند حداکثر به 9 کشتی به صورت جداگانه در طول روز اجازه عبور دهد. در این ارتباط محدودیتی نیز در اندازه و وزن کشتی‌ها وجود دارد. کشتی‌های جنگی که متعلق به کشورهای حاشیه دریای سیاه نیستند، نمی‌توانند بیش از 21 روز بمانند. در شرایط جنگ، مقررات عبور کشتی‌های جنگی کاملاً در دست دولت ترکیه است. روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری ترکیه روز شنبه 7 اسفند برابر با 26 فوریه خبر داد که اردوغان و زلنسکی در گفتگوی تلفنی مداخله نظامی روسیه در اوکراین و آخرین تحولات را مورد بحث و ارزیابی قرار دادند. زلنسکی بعد از این تماس در حساب توییتر خود نوشت: ممنوعیت عبور کشتی‌های جنگی روسیه به دریای سیاه و حمایت‌های قابل توجه نظامی و بشردوستانه از اوکراین بسیار مهم است و مردم اوکراین هرگز آن را فراموش نخواهند کرد. اوکراین قبلا از طریق سفیر خود در آنکارا از ترکیه خواسته بود گذرگاه بوسفور و داردانل در چاناک قلعه را به روی کشتی‌های روسی ببندد، اما بستن تنگه‌ها برای ترکیه آسان نخواهد بود، زیرا این کشور مناسبات اقتصادی فشرده‌ای با روسیه و اوکراین دارد. گذرگاه‌های مهم و تاریخی بوسفور و داردانل که دریای اژه را به مرمره و سپس به دریای سیاه متصل می‌کنند، اغلب صحنه درگیری‌های سیاسی قدرت‌های جهان بودند. عثمانی ها این گذرگاه ها را با دژ های قدرتمند کنترل می کردند و برای قرن ها هیچ کشتی خارجی نمی توانست بدون اجازه آنها کالا بین دریای سیاه و مدیترانه حمل کند. اما با سقوط امپراتوری عثمانی پس از جنگ جهانی اول، بوسفور و داردانل تحت کنترل و نظارت بین المللی قرار گرفتند. اندکی پس از استقلال ترکیه در سال 1923، کمال آتاتورک رهبر ترکیه حاکمیت کشورش را دوباره بر تنگه ها اعمال کرد. ترکیه به عنوان یک متحد استراتژیک مطلوب در موقعیت مناسبی قرار داشت. 20 ژوئیه 1936 قراردادی در مونترو سوئیس امضا شد که به لحاظ استراتژیک دولت جوان ترکیه را تقویت کرد. ترکیه در طول جنگ جهانی دوم با پیروی از این معاهده مانع عبور نیروهای دریایی قدرت‌های آن زمان از تنگه شد و جلوی حمله به اتحاد جماهیر شوروی را گرفت. ترکیه علی‌رغم فشار آمریکا برای تغییر پیمان مونترو تاکنون هیچ علاقه‌ای به بازنگری این معاهده تاریخی و بین‌المللی نداشته است. زیرا این پیمان حاکمیت ترکیه بر تنگه‌های بوسفور و داردانل را تضمین می‌کند و این کشور نمی‌خواهد ابزار قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی مهم را از دست بدهد. اما با حمله روسیه به اوکراین شرایط جدیدی به وجود آمده است. بحث ها بر سر استفاده از تنگه های استراتژیک ترکیه بیشتر شده و این کشور عضو ناتو را در شرایط دشواری قرار داده است. ویدیویی از یک آخوند دوزاری که برای 80 میلیون ایرانی تصمیم میگیرد. میرزایی آخوند نماینده و موافق طرح صیانت میگوید اگر گوگل وارد ایران نشه، گوشی هایی که به صورت پیش‌فرض برنامه گوگل پلی رو نصب دارن، عوارض ورودشون به کشور 35% افزایش پیدا میکنه و حتی میتونیم دیگه گوشی اندروید وارد نکنیم. ماده 24 طرح صیانت میگه کمیسیون نگه صیانتون، صیانت گذشت دیگه. محتواش هم تغییر کرد. بله. ماده 24 همین چیزی که شما میفرمایید میگه کمیسیون میتواند عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پای کاربردی خارجی فاقد مجوز را به صورت پیش فرض نصب نموده اند را تا 35% افزایش دهد و متقابلا تا 35% هم کاهش بده. بله. خب فرض میکنیم که گوگل پلی که یک ممکنه حالا قبول نکنه دیگه، گوگل پلی هم یک بستری مثل بازار میمونه دیگه، قبول نکنه و نیاد ایران، اکثر گوشی های اندروید ما گوگل پلی دارن و بیس اصلی گوشی ها این اپلیکیشن هست. کمیسیون میتونه تا
35% عوارض ورودی این تجهیزات رو افزایش بده. ببینید گمرک هر کشوری محل تنظیم بازار داخلی و خارجیش. یه زمانی تصمیم میگیره یک کالایی رو عوارضش رو کاهش بده، یه زمانی تصمیم میگیره عوارضش رو افزایش بده بر اساس اتفاقاتی که میخواد در بازار داخلی خودش بیفته دیگه. این مسئله، این امکان در اختیار کمیسیون قرار داده شده که متناسب با بازار اقتصادی ما ممکن است همچین اتفاقی بیفته. یعنی ممکنه جایگزین اندروید گوشی هایی بیاد با جایگزین ایکس که کلن گوشی های اندروید دیگه هزینه برود بشه. آره هست بله. بشه گوشی بله. اندروید رو هست کنید یه گوشی دیگه جدید بیارید. مسئول احمق جمهوری اسلامی: خودروهای گران قیمت قاچاق را هر کاری کردیم کشورهای همسایه نخریدند، آنها را نابود میکنیم. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا در ایران گفت که با توجه به دستور رهبر جمهوری اسلامی کالاهای قاچاق که لوکس به حساب میآیند از جمله خودروهای گران قیمت و سموم و گل و گیاه به طور کامل امها میشوند. علی معیدی در یک برنامه تلویزیونی گفت که بر اساس دستور اخیر رئیس جمهور در هفته اول اسفند قرار شد تا از این خودروها آمارگیری انجام شود و سپس این خودروها بر اساس دستور رهبر جمهوری اسلامی نابود شوند. آقای معیدی به تعداد این خودروهای لوکس و زمان نابود کردن آنها اشاره نکرد، اما توضیح داد خودروهای قاچاق را هر کاری کردیم کشورهای همجوار نخریدند، زیرا کالاهای مکشوفه دارای اسناد مثبت نیستند و لذا این کالاهای قاچاق امکان صادرات ندارد. ما معطل بودیم که کشورهای همجوار آنها را بخرند و دنبال مشتری بودیم، اما کشورهای همجوار بدون تشریفات گمرکی و استاندارد این کالاها را نمیخرند و لذا باید آنها را امها کنیم. آقای معیدی پیشتر در اواسط شهریور نیز از نابود کردن خودروهای لوکس خبر داده بود. بر اساس قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی ورود خودروهایی با قدرت بیش از 2500 سی‌سی به کشور ممنوع است. رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال 1395 دستور داده بود که کالاهای قاچاق باید سوزانده شوند. در پی این دستور شهریور همان سال 13 خودروی گران قیمت قاچاق در ایران نابود شد. از اردیبهشت 1397 همزمان با سرگیری تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، دولت ایران واردات بسیاری از کالاها از جمله خودرو را ممنوع کرد. بر اساس اعلام مسئولان گمرک واردات هر گونه خودرو به کشور قاچاق محسوب می‌شود و بر اساس قوانین قاچاق کالا به آنها رسیدگی می‌شود. این در حالی است که کیفیت خودروهای تولید داخل از سوی شهروندان، پلیس و کارشناسان مورد انتقاد است و بسیاری از منتقدان نبود بازار رقابتی در ایران و توقف واردات را از جمله آن دلایل می‌دانند.